امروزه برای ایجاد یک کسب و کار موفق لازمه تا انعطاف پذیری، برنامه ریزی و ایده مناسب داشته باشید. بر اساس آمار بیشتر کسانی که دنبال یک کسب و کار موفق بودن با شکست مواجه شدند. ولی با این حال هستن کسایی که تونستن در شرایط موجود اقتصادی کشور با توجه به شناسایی فرصت‌ها و ایده‌های طلایی برای خودشون کسب و کار و شرکت موفقی تأسیس کنند. به همین دلیل تصمیم گرفتم به سراسر کشور سفر کنم و به سراغ افرادی برم که شرکت‌های نوپا و کسب و کارهای موفقی برای خودشون راه انداختن. پس با من علی نیکزاد در برنامه ایده طلایی همراه باشید. در برنامه ایده طلایی این بار به استان بوشهر رفتم، به شهرستان جم، شهری کوچک اما زیبا که پر از سوژه های جالب برای عکاسیه، مخصوصا نخل های سر به فلک کشیده. برای گفتگو با خانم هنرمند به روستای قائدی رفتم نزدیک شهر جم. خانم مهندس هنرمند، توی این آزمایشگاه کوچیک در این روستای قائدی از توابع جمع، شما چی تولید میکنید؟ چه کسب و کاری را انداختی؟ بیوتکنولوژی یه روشی داره به نام کشت بافت و سلول. شما کافیه بری فرمول و محیط کشته رو به دست بیاری. وقتی ما فرمول اینو به دست آوردیم، میتونی از یه تیکه برگش، از گلش، پرچم گلش، ریشه، از همه جاش یه تیکه رو به اندازه هر سلولی که داره، هر سلولش میشه یه گیاه. و از این طریق ما اون گیاهانی که با ارزش تجارین با شرایط آب و هوای ایران سازگار نیستن یا در حال انقراض هستن ولی ارزش اکوسیستمی داره، اینا رو تکثیر میکنیم. سفارش دهنده های شما کیان؟ آیا مردم از شما خرید میکنن یا نه سازمان های دولتی و جای دیگه؟ ما اولمون این گفتیم ارگانه دولتی هستن دیگه، منابع طبیعی هستن، محیط زیست هستن، فضای سبز شهرداری ها، دیاری ها، این ارزی و پتروشیمیا پالاشگاه برای محیط زیستا دیگه، این میتونه کشت بشه. ولی که ما اومدیم گفتیم خب ببخش به بخش خصوصی، الان شروع کردیم گروه های مردمی هستن که دوستان محیط زیستن و کلی سرمایه گذار اومدن بولن کشت دادن. این کاری که دارید انجام میدید خیلی خاصه، اصلا چی شد رفتید سراغ همچین کاری؟ تو روستای ما یه گیاهی بود، وقتی گل میداد همه خیره بهش میشدن، سر تا پا گل، تنومن بزرگ مثل انار بود. یه بار تو دانشگاه دیدم یک استاد داره رو کار میگه، گفت فلان درخت، من بعد میگم ای من کوچیکیم تو رویای من بوده کل استان رو این بیارم، مثلا همه جا زیبایی های طبیعی خاص، مثلا همش گوت نباشه، همش مثلا این گیاهان خاردار نباشه دیگه. اون موقع 12 سال من روی این کار کردم، برای تکثیرش از لیسانس شروع کردم، اصلا تکثیر نمیشد. استادم گفت که نرو بدبخت میشی، پروژه میمونه، این جواب نمیده. گفتم حالا من میرم، اتفاقا با سرشکستگی هم دفاع کردم، ما لیسانسمون پروژه چون جواب نگرفت استاد راهنمام نیومد. خب ولی من افتخار میکردم، میگم بابا این نشد، اصلا اگه یه چیزی نشد شکسته، یعنی چی این کار من درست، اگه شما از این راه بری نتیجه نمیره، حالا برم راه دیگه. اسمش چی بود؟ گیاه سمنگ هستش، ولی بعضی به دکتر خوشروی بهش گذاشته انار شیطان، چون شکلش مثل اناره. چرا ارزشمنده؟ چوبش خیلی عالیه، تا اینجا اوکی، ولی گفتم ببین اصلا نیاز کشور تو چوب چقدره. بعد رفتم سرچ کردم، وای نزدیک، حالا اون موقع حدود هول و هوش دقیقش نمیتونم، یعنی حدود 60% چوب ما وارداتیه. ترکیبات اینا به دست آوردم، حجم توده اینم تو مقالات خوندم، دیدم حجم ای که داره 5 برابر گرونتری چوبای دنیا دیگه. حالا گفتم دیگه مثلا می‌خواستم خارج از کشور دوستان صحبت کنم، اینجا مونده شکر راه انداخت اینا روی با، گفتم خب من تجهیزاتشو جور می‌کنم. من 20 میلیون هزینه اولیه دوستان فراهم کردم، من نداشتم، من 1000 تومان کرایه رم تو خود شهر جمع نداشتم، حالا خانواده‌مونم خب دیگه حالا اینجا میشناسم، ما نهایتش بتونیم خرج معمولیمون در بیاریم، یه خانواده کارمند کارگری دیگه است. من شروع کردم شبا دستگاه و سیستم های اولی یکم گرفتم، بعد حالا از یه سری شرکت های دانشمون اگه میخردی 50% تخفیف میخورد، یه سری همایش ها قبلا رفته بودن با این محصول ها آشه، خیلی مهمی توی همایش ها، مثلا ما یه نقطه قوتی که هست، خب من الان وسایلم موقع 20% خریدم 80% تخفیف خوره. تو همایش های بین‌المللی بیوتکنولوژی ایران رفتم، مثلا برق بین‌المللی، برق رو اصلا نه دانشجو میره نه دانش آموز، پدر مادر چند بالی بچهش برده، بچه گویم بیا برو تو تهران تو مشهد فلان همایش بین‌المللی بریم شرکت، اصلا چه خبره؟ شما مجموعه دانش بنیان دارید،
کدوم بخشی از این کسب و کارتون دانش بنیان شده؟ همون تکثیر درخت انار شیطان یا سمنگ، اسم علمیش تکوم لاندولاتا. تکثیر اینه که تکثیر این گیاهش شده الان دانش بنیان. در گلخونتون چند نوع نهال کشت میکنید الان در حال حاضر؟ الان 20 نوع نهال کشت دادیم، 12 تاش اولین بار تو ایران هستش، ولی متناسب با آب و هوای جنوبه. ما سازگارش کردیم برای اینجا، اونم در انحصار ماست. بعد از گفتگو در آزمایشگاه، خانم هنرمند پیشنهاد کرد تا از گلخانه او هم بازدید کنیم. کاشتن درخت هم تجربه جالبی بود که با راهنمایی خانم هنرمند و کمک برادرشون انجام دادم. یه سوال از من پرسیدین چه طرای درآمدزایی هست؟ خب این بله چیه؟ بله. الان تولیدش چیه؟ این هم کاره کشاورزی دیگه، درسته؟ درسته. اصلا من برای استان بوشهر میگم یه نهال یه درخت من میخوام بکارم و این همه فارغ التحصیل کشاورزی من داخل استان بوشهر رفتن چند تا این گلخونه و اصلا یه دونه بگو تولیدش تو همش دارن استانی دیگه وارد میکنه. بحث انگلای غریبه که وارد استان میشه همراه با این پوشش گیاهی و بعد هر قیمت نهالای گله آپارتمانی چقدر هزینه اولیه میخواد با جوششون بیاره بزنه را میفته. حالا ما میگه خرابکاری اولش از آدم را بیفته، ولی اون کسی که مهندسه که کشاورزی فرو اینو بره اون خب کاری نداره، خیلی راحته. یعنی قشنگ بعد 3 سال تولید انبوه بده به گلخونه آنلاینش. الان خیلی نهالای گله آپارتمان شما هر سال خشک میکنه دوباره میخرین، حجم خریدش خیلی بالا، این بهترین منبع درآمد برای اشتغال زمین کشاورزیه. حالا من فقط گلش میگم و حالا سبزیجات و سیفیجات، الان مصرف سرانه سبزیجات چقدره؟ الان کشتای بدون خاک ما داریم راه اندازی میکنه، خاک هم نمیخوا رو پشته بود. در آزمایشگاه تعدادی کودک و نوجوان مشغول آموزش بودند و خانم هنرمند برام توضیح داد که چطور داره دانش زیست فناوری گیاهی رو به صورت کاربردی و کارگاهی به این بچه‌ها آموزش میده. کلاس که شروع شد اجازه گرفتم و چند دقیقه کنار بچه‌ها پای صحبت‌های استاد نشستم. البته سوال هم پرسیدم. حالا من یه سوال دارم از شما. الان کسی که داره برنامه ما رو میبینه ممکنه یه جوونی باشه میخواد برنامه ریزی کنه برای آینده، ممکن اصلا همسن و سال همین بچه ها باشه، چه جوری باید برنامه ریزی بکنه؟ قدم اول تو این کار چیه؟ این هم خیلی سوال عالی بود. اول ببینی کجا الان زندگی میکنه، میخواد همونجا بمونه یا قصد مهاجرت به یه جای دیگه داره، اصلا به شهر تو روستا کجا؟ ببینه مشکلات اونجا، اصلا بردا بره از بقال سر کوچه بپوسه، از مردم تو کوچه، از خانواده‌اش، از فامیل، اصلا ما دور همیام میری بگو بخنده از اینی، مثلا از خاله همون مشکلت چیه، چه مشکلاتی داره. من ببینم یه لیست تهیه کنم مشکلاتی وجود داره که راهکار نیست، راهکارای سخته. پس قدم اولی که نیازا رو تشخیص بده، آفرین، نیاز سنجی کنه. بعد شکر مداره نگه که من بزرگ شم برم دانشگاه تخصصی، یعنی میترسن شروع کردن. یعنی بزرگترین مشکل ما از شروع کردن است. این شروع نمی کن. شروع کردن پول میخواد. خب مثلا یه لیست تهیه کردن پول میخواد. نه. مفت و مجانی. اون رو تهیه میکنه. بعد حالا نیازا دید ببینه توانای مالی و چی. اصلا پس انداز مثلا باباش ما 30000 تومان اصلا من میگم میرزه به حساب کمترین دیگه نیست. خب ما 30000 تومان من با این میتونم این مشکل رو رفع کنم. اصلا خیلی راهکارا هست با 30000 تومان. الان نمیدونم کمپوست سازی ها اینا هست میگم برای باغچه های خونه با 10000 تومان. مثلا یه سال اول میگم خب میخوای خودتو جا بندازی اوکیه، چون خودم هم دارم کار میکنم روش میکنم، بچه ها میبینن یعنی انگار یه الگو دارن. خب سال بعد من میام بیشتر میکنم، ولی همسایه همه نیاز دارم. مثلا الان کمپوست واقعا گرون شده، یه گونی قدیم میگیره مثلا 80000 تومان، تو بده 40 تومان براش میدم. زباله های خونه دور ریختن خود میخواد برسه تو آشغال میده به تو، میتونی یه صد تعبیه کنی، مثلا صد از دور ریختنی که پول نده کنار هر خونه تعبیه کن توی بزار کمپوست به اونا میفروشی، همونجور مثلا هی سال به سال قطعا توانایی بیشتر میشه. خیلی راه کار است، خیلی کار برای درآمدزایی.
در دیدار با پدر و مادر این کارآفرین جوان متوجه شدم دلیل وجود خصلت‌هایی مثل کنجکاوی فراوان، انگیزه بالا برای کار کردن و خستگی ناپذیری خانم هنرمند حاصل تربیت پدر و مادر قدرتمند، صبور و مهربانه که دخترشون رو از امکان پیشرفت محروم نکردن. اما این کار چطور شروع شد؟ خانم هنرمند در روستای قائدی به دنیا اومده، همینجا درس خونده و بزرگ شده. یه درخت تنومند و پرگل و زیبا توی روستاشون بود و خانم هنرمند دلش می‌خواست بتونه این درخت رو تکثیر کنه. در سال 95 با 20 میلیون تومان کمک دوستانش تونست تجهیزات تکثیر این گونه گیاهی رو فراهم کنه. در حال حاضر هم نهال انواع و اقسام گونه‌های مختلف گیاهان رو می‌فروشه، هم اهالی روستا فرزندانشون رو در کلاس‌های خانم هنرمند ثبت نام می‌کنن تا در آینده بتونن کارآفرین‌های حوزه اقتصاد دانش بنیان بشن. رمز موفقیتش اینه که بسیار سخت کوشه و نسبت به موانع و مشکلات منعطف و صبور. کم نیستن جوانایی مثل خانم هنرمند که در روستا با امکانات بسیار محدود ایده های خلاقانه شون رو با همت و انگیزه بالا اجرا کردن و تونستن در کسب و کارشون موفق بشن. شما هم اگر در اطرافتون همچین جوانایی رو میشناسید به صورت پیامکی به معرفی کنید تا برم پیششون و باهاشون گفتگو کنم. تا برنامه بعد.